امام ابن كثير خودش هم امام در حدیثه و هم امام در تفسیره و هم امام در تاریخه. این یکی از شاگردان شیخ الاسلام ابن تیمیه، شخصی که حقیقتا از نوادر روزگاره که در هیچ امتی بعد از او مصرش پیدا نشده، تا چه رسد به اقوال و آرائش و قدر گل را گل شناسد، گوهر و گوهر شناس. از معدود اشخاصی است که در تاریخ اسلام به شیخ الاسلام گفته میشه، برای که همه فن حریفه. معمولا شیخ در فلان مرتبه مثل امروز پروفسور در فلان منطقه علمه. شما وقتی میگی پروفسور فلان، یعنی این آقا در تخصص خودش مرجعه، امامه، سرآمده. ولذا به اندک افرادی میگن در تاریخ اسلام شیخ الاسلام بعد از ائمه اربعه. اونا چون بهشون امام گفته میشه، چون معموم دارن، چون پیرو دارن، لیکن بعد از اونا چون باب اجتهاد به اصطلاح بسته شده، این خودش مصیبت بزرگیه. به قول استادمون دکتر فتحی دورنی، اسلام بدون اجتهاد قابل تصور نیست. و چون این موضوع رو بارها توضیح دادم، زیاد روش وا نمیستم. و رافضیان همچنان که همه مصطلحات اسلامی رو به لجن کشیدن، اجتهاد رو همچنین به لجن کشیدن. ولی زب شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ الاسلام گفته میشه، برای که عالم تنی فرد زمانش بود و بعد از او کسی مثلش پیدا نشده. و هنوز که هنوزه در نسلهای جدید مسلمانان تأثیر ابن تیمیه بر نسلهای جدید، حتی به قولی که یکی از علمای مغرب که به درستی حرف میزنه، حتی از ائمه اربعه بیشتره. باشد که ائمه اربعه ازش بالاترن، لیکن تأثیر ابن تیمیه بر نسلهای جدید خیلی بیشتره. این هر کسی که اندکی انصاف داشته باشه میدونه.